سلام علیکم تشکر از اینکه در برنامه ما اشتراک کردیم با واج مغنی هستم ادمین اسیستانت دفتر پارسی کوالتی سنتر ما داریم با خود سیما علی زاده وکیل ارشد مهاجرت و سارا اهدار دیو جی دفتر ما که امروز دوباره بعضی موضوعات سیما جان و سارا جان میتواند در آخر میتوانیم که شما سوالتان رو بکنید Uh, شما میتونید uh, اسم مخفی نگه دارین و تابعه رو چالان نکنین و هر سوال که دارین میتونین در دا چت باکس نشته کنین و میتونین که بعد از اینکه uh, معلومات ها خلا شد آخر میتونین سوال هایتان رو ها بکنین uh, میخوایم سارا جان uh, دیگر معلومات عمومی رو بهتان بفرمایید. سلام به همگی اول همتون خوش آمدید میگم با سشن سوال و جواب ما با خانم سیما علی زاده وکیل ارشد ماجد ما سره را دیوجه دفتر پرسیکل سنتر می باشم و امروز ما در مورد اخبار جدید مهاجرت امیگریشن در مورد افغان ها با شما احوال جدید خواد دادیم و میخوام بگم بگویم که جلسه جلسه مشورتی نیست فقط معلومات حقوقی می باشه و قسم کمکار موفقه نمی خواهید که نامتان برای دگه کسا دیده شو میتونین که نامتان تغییر بتین و شما میتونین که سوالاتتان در چت باکس و ای که بعد از این که وقت جلسه سوال و پرسش و پاسخ شد شما میتونین که هندریس که دستان بلند بکنین و ما انتخاب میکنیم شما میتونین که سوالتان بپرسین الله آغاز میکنیم با جلسه خانم سیما علیزاده میکنیم شروع میکن تشکر سارا خانم و مجمع خانم میخواستم امروز راجب صحبت کنیم راجب اخبار و خبرهای جدید مهاجرت به خصوص چیزایی که جدیدن اومده تو اخبار که واقعا غلطه حالا تو دری چجوری اکسپلین میکنیم سکم چیه سارا جان <laughs> I think you're on mute. با هم به نام سکمرز و ولی میتونه بگوییم که کسان کلابردار هستن و کسانی که میخواین با اخبار اشتباه مردم بازی بدن. بله. درسته. و این کلابردار ها اسکمر ها واقعا دارن یه اخباری که واقعا هیچ اخبار جدیدی نیست و دارن سو استفاده میکنن از افغانا با این میگن که خبر جدیده که میتونی دعوت نامه بدی و خانوادهتون رو بیارین آمریکا درست هست و اینا همشون چیزایی که بوده تو قانون که قوانین امیگریشن و هیچ تغییرات های جدیدی نشده غیر از همون چیزایی که بهتون داریم تا به حال توضیح میدیم ولی متاسفانه خیلی کامیونیتی افغانهای ما اومدن تو آفیس ما و از ما میپرسن او سیما خانم مثلا ماها شنیدیم که حالا میتونیم همشیرینمونو برادرامونو دعوت کنیم رو دعوتنامه یا اسپانسرشپ اینا همه این چیزایی بود که تا به حال بوده و قوانین امیگریشن در مورد این چیزا عوض نشده و میخوام امروز بهتون همه این چیزا رو توضیح بدم و آخر سر با یه جلسه پارسوش و پارسوش و ببخشید امروز یه کمی سرما خوردم ولی ماها امروز میخوایم پرسش پاسخ که بتونیم جواب سوالای شما رو بدیم راجع به این موضوع اوکی حالا فکر کنم بهترین جایی که شروع کنیم رو این قضیه اینه که بریم به صفحه فاملی ریونیفیکیشن میتونیم با کمک سار خانم همین اطلاع رو به شما برسونم امروز okay, so این صفحه که براتون همه این لینک ها رو شیر میکنیم این family ریونیفیکیشن پیج یه صفحه um, لطفاً هم اگه رو میوت کنین um, این یه صفحه فاملی ریونیفیکیشنی که همیشه بوده تو سایت USCIS و اینجا فقط خیلی از این کلا بردارا دارن اینو نشون میدن میگن برنامه جدیده برای ها که همه خانوادتون رو بیارین آمریکا این یه چیز غلطه این چیزی خال دونه دونه بهتون این سفر رو توضیح بدیم که بفهمین اصلا چی هست و خیلی ها رو تیک تاک و جاهای دیگه مثلا سارا ها دارن رو یوتیوب و این چیزا دارن شیر میکنن این سفر رو درست هست سارا خانم هلی. در صفحات یوتیوب میگه صفحات تیک بیشتر ای اخبار هسته که ما بیشتر امروز توضیح میتیم که حقیقتش تا چی اندازه حقیقت هسته. درست است. سو so, اینجا مثلا نوشته که خانواده رو ریونیفای و ریونیفای چی میشه تو داری میشه که با هم جفت اتحاد الحاق مجدد خانواده درست است الهاق خانه آره الهاق و اینجا مثلا میده اگه شما یو اس سیتیزن یا سیتیزن شهروند آمریکا هستین میتونین مثلا خانومتون و فرزندتون و و مادر پدرتون رو اقدام کنین بعدا توضیح میده که رو فرم آی و و اینا همه چیزی که همیشه تو قوانین امیگریشن هست هر کسی که سیتیزن آمریکاست میتونه درخواست بکنه رو فرم آی و سی برای همسرشون برای فرزنداشون مجرد و متحل و برای مادر پدرشون اوکی؟ و این یه چیزی که همیشه بوده بعدا توضیح میده که بعد مثلا NBC میره رواله عادیش قبلا این هزینه 535 دلار ویو شده بوده برای افغانا و جدیدا در سپتامبر باطل شده این ویو درسته سارا خانم و الان دیگه هزینهش فیسش هنوز هست برای اونایی که افغان نشنال هستن و اون 535 دلار برای هر 130 باید شما پرداخت کنید در حال حاضر بعدا اینجا نوشتن راجبه کمک هایی که وجود داره برای کسانی که مثلا مثلا برای ایوکیویشن برای اون کسانا یا کمک دیپارچر به عنوان ایوکیویشن ننوشتن اینجا میگه که امکانش امکانش شاید باشه که دولت آمریکا کمک کنه که خانومتون فرزندای زیر فرزندای مجردتون که زیر سن 21 ساله و مادر پدرتون بیان به آمریکا و میگه که خود دی، دیپارتمنت استیت تماس مستقیم با خانوادتون بعد از NVC نشنل ویزا سنتر اعلام کرده که اینا حاضرن برای مصاحبه حالا اینا رو براتون توضیح میدم خیلی امروز بعد صحبت کنیم و اینقدر انقدر آه مون الان سارا خانم انقدر قاطی شده همه چی و همه فکر میکنن مثلا الان اپلای کنن مشکل اینجا قرار داره بذارین یه لحظه وایسیم و بهتون توضیح بدم روال کیس امیگریشن چیه اول شما رو فرم اگه فرض کنین من سیتیزن آمریکام میخوام همشیرینم هم اپلای کنم فرم آی سی رو خانه پری می کنم برای این فرز این هم شیرینم دلار فیس می پردازم به اداره مهاجرت که اسمش هست نامش هست USCIS بعد از قبول شد یه زمان منتظری داره که من باید بره این کیس به NVC حالا خوشبختانه الان دارن کیسایی که اون شخصی که افغان هستن اکسپدایت میشن که سریع تر قبولیشون میشه تو این آیص خیلی سریع یعنی امکان داره تو چند هفته آیصدس تون بشه بعد بره به نشینل ویزا سنتر وقتی رفتش به نشنل ویزا سنتر کیستون اونجا آماده میشه برای ویزا که بعدا بره به کنسول حالا برای ها وقتی میرن تو ان براتون یه ایمیل میاد و میگن که تبریک میگیم که الان کارتون رسیده به NVC و بهتون یه KBL یا کیس نمبر میدن معمولا با KBL شروع میشه و اونجا شروع میکنین که کیستون رو میبرین جلو با با ان وی وارد سیستم ان که میشن و اگه سارا خانم بتونین شیر کنین رو سکرینتون میتونین شیر کنین سایت سیاکو که نشون بدیم من، یا من میتونم خودم اتفاقا یه پنجره آم. بیارم آم. شاید آسون باشه برام ببخشید دارست، دارست. این سایت NVC هستش آم، که میتونین شما وارد اینجا بشین وقتی کیبیلتون رو گرفتین و KBL case number رو وارد میکنین و وارد سیستم سیاک میشین وقتی وارد میشین بهتون اولین کاری که میکنین فیس رو باید بدین برای افغان ها فیس ها ویو شده یعنی حذف شده ندارن فیس خوشبختانه و بعدم مستقیم باید شروع کنین اپلود کنین بعضی ها وارد سیستم میشن و اجازه بهشون نمیده چیزی اپلود کنن در حال حاضر Um, برای همین خیلی ها الان کانفیوز شدن میگن که او چرا رسیده به اینجا و هنوز کیسمون اپروو نشده بهتون الان توضیح میدم um, حالا برمیگردیم به این صفحه دوباره میخوام فقط یه لحظه بریم تو این سابجکت ویزا بولیتن براتون این لینک رو روان میکنیم ویزا بولیتن یه دونه اعلامیه که هر ماه دپارتمنت استیت بهتون اعلام میکنه که ویزاها به کجا رسیده شماره هایی که کنگره میذاره برای ورود افرادی که غیر از ریلیتیوهای uh, مستقیم خانواده درجه اول نیستن یعنی سیتیزن ها هیچ وقت زن جز که برای همشینیتون باشه اونا خارج از ویزا بولتن هن. حالا همه رو بهتون توضیح میدم وقتی میرین رو بولتن بولتین این ماه رو دارن بولتین ماه جلو رو دارن الان مثلا وارد میشیم تو ماه دسامبر برای خیلی ها این میک سنس نمیکنه یعنی واضح نیست برای ما میخوایم سعی کنیم امروز بهتون یه کمی آشنایی بدیم راجب به چجوری روال پتیشنای های خانواده چی هست حالا که وارد اینجا شدیم اولین جدول جدول A اگه اینجا ببینین و جدول A بهتون کتگوری میده میگه که حالا به چین، هندوستان، مکزیک و فیلیپین توجه نکنین جز که از اون مملکت باشن اون شخص ما ها داریم نگاه میکنیم این کی جدول این رو نوشته All Chargeability Areas برای کشور غیر از این چهار تا و این به ما میگه که مثلا این کتگوریاش این بالاست F1 یعنی فرزندای سیتیزن که زیر که مجردن مجرد یعنی فرزندای سیتیزنایی که مجردن میشن F1 بعدا F2A میشه زن و بچه های گرین کاردیا بعدا بچه های زیر 21 سال منظورشونه اون میشه F2A F2B میشه فرزند مجرد گرین کاردی که بالای سن 21 ساله و این کتگوری F3 سیتیزنا ها فرزند های بزرگشون ادالت چیلدرنشون که متعهلن مرید هستن اینا میشن F3 کتگوری F 4 همشیرین و برادرهای سیتیزن ها هستن. فقط سیتیزن میتونه اقدام کنه برای همشیرینش و برادرش. گرین کاردیا نمیتونن این کارو بکنن. و خیلی زمان بره و برای افغان این اکسپدایت نیست در حال حاضر. هیچ کدام چیزایی هیچ کسی که میخوام اینو خیلی شما و ساره خانم شاید بتونین پشت صحبتم توضیح بیشتر بدین لطفاً. که این جدول هیچ کسی نمیتونه الان متاسفانه جلو بزنه اینجا غیر از اینه که شاید یه کسی ایوکیویت بشه از طریق گروه کیر غیر از این این پرایوریتی دیتا که اینجا وجود داره دیگه تاریخ عکس العمل دیپارتمنت استیت به عنوان مثال اگه شما برادر برادرتون رو درخواست کنین رو فرم 130 کاتگوری F4 این. درسته و نشون میده که این این روزشه این ماهشه این سالشه نشون میده که ام اپریل 22 2007 رو دارن رسیدگی میکنن و شما میتونین حساب کنین الان سال 2023 بیس است و خیلی داره طول میکشه. برای خانم میخواین یه کمی ام آه، بله تو که سیما گفتن اینا پیرت دیتس مطلب است که فعلا اونا به همین تاریخ و روزای کسایی را که ریشون کردن بالا اون کسا کار میکنن و اگر شما حساب بگیرین مثلا از کتگوری افشار که خواهر و برادر سیدزن هستن فعلا از تاریخ 22 اپریل 2007 اونا پیش میبرن که این همین رقم ادامه پیدا میکنه و شما میتونید پیش خود تخمین بزنید که چقدر سال چقدر ماه و چقدر روز در بر گرفت که بیشتر از هفت هشت سال میشه تا که اونا نوبت شود. شده اینقدر وقت گیره است یعنی 16 سال میشه در واقع تا برسه به نشنال ویزا سنتر برای یه برادر یا خواهر اونایی که از روال آی 130 از روال عادی میرن اینا ربطی نداره به کسانی که ببخشید ویزای بشر دوستانه اپلای کردن یا اونایی که وکیویت میشن اینا داریم راجب به عادی صحبت میکنیم و فکر میکنم خیلی ها گیج شدن من هم خودم گیج شده بودم در واقع آخه اینقدر کلاینت و مردم کامیونیتی اومدن و راجب این صفحه به اخباری ام. که رو بی بی شنیدن رو تیک تاک رو CNN که بهشون ام. گفتن که خانواده هاتون رو میتونین الان بیارین و خیلی ها دارن اسکم میکنن افغانا رو و پایسا ازش رو میگیرن که خواه میگن که مثلا ده هزار دلار بدین که هم شیرین تو بیاریم این واقعیت نیست و میخواستیم بهتون توضیح بدیم که روال عادی متاسفانه یه چیزی که خیلی کانفیوزینگ برای هممون اینه که چرا اداره مهاجرت داره اینا رو اکسپدایت میکنه بعدم میمونه تو NVC کار NVC تونم تموم کنی همینجوری منتظریم چی تکون نمیخوره تا اون تیت بیاد یا گروه کر تماس بگیره که اینا رو ایوکیویت کنه ولی خود اینجا نوشته که تماس نمیگیره جز که اون پرایوری دیتتون کرنت باشه اینجا نوشته برای کسانی که اپلیکیشن هاشون ریدی فر انترویو حالا اینش نامعلومه دقیقا ولی حالا ماها منتظریم ببینیم کر تیم تا به حال ندیدیم خیلی از طریق کر تیم بیان آمریکا سو الان ماها خیلی نبز اینو نداریم ولی میخواستیم فقط اینو بهتون توضیح بدیم حالا میریم جلوتر روی این صفحه که روش بودیم قبلا راجبه به فامیلی که بهتون میگم چیز عادیه یعنی چیز اخبار جدیدی نبود توضیح میده که اونایی که گرین کارت دارن میتونن فرزندش زیر 21 سالشون یا شوهر یا خانمشونو رو بیارن آمریکا سپاوسشونو رو و اینا از طریق همون فرم آی 130 سی همون روالی که گفتم همون تاریخ هایی که رو ویزا بولیتن قرار داره درست است حالا اسایوی رو توضیح میدم میگه که همون داستانی که ببخشید سارا چیزی بود نه خیلی بعدا اینجا توضیح میده راجع به SIV توضیح میده که تماس میگیریم مستقیم با MVC وقتی قبولیتون رو گرفتین که بفرستین پتیشنتون رو به اوکی شن... okay. آم... لطفا خودتونم میوت کنین ببخشین آم دارم یواش میرم تو این اطلاعات به خاطر که خیلی مهمه که شما اینو بفهمین آم... بعدا میریم اینجا که اونایی که اونایی که پناهنده پناهجوان یا پناهندگیشون تو آمریکا قبول شده سایلی. اونا فرم دیگه استفاده میکنن فرم I have و, و اونا وقتی قبولیشون رو گرفتن فرم I have رو خانه پریم کنن و اینا همون رواله که گفتیم میرن جلا ولی اونا باید منتظر باشن که کارشون از قبولیشون رو بگیرن از امیگریشن یو ایس ای از کیسشون بره ام سی بعدا بره برای اینترویو که چند سال داره اینا طول میکشن یعنی یه چیزی نیستش جز که همون جوری که گفتیم Uh, بتونه یه کسی تو ایوکیویشن یا کر بهشون کمک کنه که در حال حاضر ما ها اخبار اینجوری نداریم خبری اوکی um, okay. بعدا um, اینجا توضیح میدم که همون گروه کر یعنی دولت میتونه کمک کنه برای اونایی که ای و سی که کمک کنه اینا رو که بیان آمریکا um, بزنید این اطلاعات رو دوباره تکرار میکنن اینجا حالا اینجا این فرم دی اس چلو سه فرمی بود که اعلام شد که جدید بود فرم کنم تو ژانویه بود یا یه چیزی خانم سارا اول سال بود درست هست؟ بله اول سال بود و ما ویدیوها داشتیم در مورد از این فرم که بعدا همراه همه شما باشتراک میگذاریم برای اون ویدیویی که خانم سارا درست کرد راجب دی اس چلو خیلی ویدیو خوبیه تشویقتون میکنم اگه پرولی هستین یا تی پی دارین، اینجا توضیح میده که کسانی که زیر برنامه پرول او آر اومدن آمریکا که در حال حاضر هنوز پرول دارن یا تی پی دارن اونا فرزنداشون و خانماشون و شوهرشون رو میتونن سپاسشون رو بخوان زیر این فرم ولی فرزند زیر 21 ساله و اگه شما پناهندگیتون قبول شده واجد شرایط نیستین برای این فرم درست هست؟ یعنی اینا برای اونایی هستن که راه دیگه ای ندارن یعنی پرولی هستن یا تی پی هست. و این فرمی که DS4317 که الان اینجا لینکش هست و جدیدا اعلامی دادن اینا همه اطلاعی که براتون امروز خوندم در زمان پاشتو و دری available و براتون این لینک رو به این صفحه میفرستم حالا همه اسکمرا دارن این لینک رو نشون میدن و دارن نشون میدن میگن که آره سریع همه چی میره جلو کارای شما رو را بندازیم این هیچ جدید نیست اینا همه اخباری بود و همه روالی بود که تا به حال هست و بود درست است اوکی okay. سو so, um, میخوایم یه بار توضیح بدم که تنها چیزی که ماه پیش اعلام شد که تو ویدیو قبلی من توضیح دادیم که این uh, لینک که میره برای اینه که شما پیگیری کنین درست سارا درست دارم توضیح میدم پیگیری کردن روی فرم ds 4 و این انکوری فقط یه چیز ساده اعلام دا کردن ریلیس کردن ببینین چه ساده است فقط نام اینا برای این افرادی که این فرم رو روان کردن به دیپارتمنت ستییت هیچ تماسی نگرفتن اگه تماس گرفتین این فرم رو نباید استفاده کنید این بالا توضیح میده بهتون اینو ولی برای اونایی که این فرم رو روان کردن هیچ خبری نگرفتن رو این فرم میتونن نامشون و تخلصشون و ایمیلشون و همه چی و مثلا پیگیری کنن رو اون ما هم هنوز نمیدونیم اگه کسی جوابی گرفته رو این اینکوری شما گره اطلاعی دارین سارا خانم من تا به حال نشنیدم که یک کسی جواب گرفته باشه ما هم تا حال از کلاینت های ما را که قبلا برشان ما این فرم اپلای کردیم به از خانوادهشان البته اونا پرولی بودن تا حال هیچ نو اخبار احوال در موردش نیست تا اینکه در مورد از این لینک تازه آمده و, و سیما جان تشریح کردن ولی هیچ اخبار جدید نیست در بارشان. Mm -hmm. so, um... یه چیزی که قبل از بریم به این immigration resources فقط میخواستم دوباره یه کمی روی این موضوع صحبت کنیم که شما اگه خانوادهتون رو خواستین و الان توی شرایطی هستین که مثلا بل نمیدونین مثلا چی به چی شده به کیستون میخواستیم امروز کمی روشن کنیم این اطلاعات رو که بدونین که شاید داره کیس ایمیگریشنتون پیش رفته قبولم شده شاید هم الان تو اداره ویزا هست نشنال ویزا سنتر ولی این معنی نمیشه که اونا الان متاسفانه بتونن الان بیان و به خاطر که اداره مهاجرت الان داره تند اپلیکیشن رو داره پراسس میکنه ولی نشنال ویزا سنتر عادیه مثلا روال عادیشونه و یه چیزی که تازه متوجه شدیم با بعضی موکلامون و کسانی که میان دفترمون اینی که بعضی هاشون مثلا میرن برن تو اکانت انویسی شون بعضی خانواده هاشون وازه و میتونن اطلاعات رو اپلود کنن بعضی هاشون نمیذاره آخه نوشته که باید منتظر باشین تا پرایوری دیتتون پرایوری دیتتون کرنت باشه حالا پرایوریتی دیت همیشه تاریخی که شما این پرونده رو فرستادیم و به دست امیگریشن رسید رو تمام نوتساتون پرایوریتی دیت هست و وقتی وارد ان میشین اون بالا دست راست نوشته پرایوریتی دیتتون ببخشید که اگر امیدوارم میدونم خیلی اطلاع امروز شیر کردم با شما عزیزان و میدونم که الان امکان داره خیلی سوال داشته باشین از ما Um, و فقط این امیگریشن ریسورس ها برای اینه که اگه ماها دفتر پارس تو سه تا لوکیشن هستیم که با تو شیر میکنم اگه شما غیر از این لوکیشن ها دورین از ما میتونین از این لینک ها استفاده کنین و پیدا کنین یه دفتر گروه غیر انتفاعی که هیچ کلاورداری اینجا وجود نداره و میتونین اطلاعات درست بگیرین حالا سه تا آفیس داریم یه دونه تو فریمانت که ماها پراجکت ما اونجاست و این شماره تلفن آفیس فریمانت آفیس فریمانتمون بیشتر برای افرادی که تو الامیدا کانتی هستن و نزدیک دفترمون هستن و پارس سن حوزه ببخش این شماره ما بود و این ایمیل پراجکت فریمانت اینجا سن حوزه که هیدکوردرز پارس هست شماره تلفن بخش حقوقیشون اینجا قرار داره و مال لاس انجلس و الان دیگه وازش میکنیم با اجازه با پرسش پاسخ جلسه ما مچکرم تشکر so جان از شما که همیشه بر افغانا شما سیشن میگیرین و معلومات جدید برشون میتین قابل قدر است حال سوالاتی که شما دارین هم سوالاتی در چت بود ما اونا رو میخوانم و میپرسیم و با حمل میکنیم و شما میتونین هند ریز کنین یا بلند بکنین در دا دا پارتیسپنس دا از اوجه ما انتخاب میکنیم که شما بتونین خواهن میوت بکنین سوالتون رو بپرسین خب شمیلا شمی شما میتونین خواهن میوت بکنین سوالتان بپرسین درست است اول تشکری میکنم از شما که بر ما خدمات ایرایه میکنین و دومی که سوال میاس است ما من خودم یک خوار و یک بیادرم در افغانستان است و خودم سیتیزن هستم سوال ما بود که اگر پدر مادر ما دعوت کنم که امریکا بیاید با یک بیادر بیادرم میتونم امرایشان دعوت کنم یا پروس... یا یعنی پروسیش طولانیست بیادر مجد سال است مادر پدرتون کجا هست در کابل زندگی میکنن اونا اقامت آمریکا رو ندارن در حال نه خیلی خودم دارم و یک بیادر مسته او یعنی پرولی بود آلا شده آها آه. شما خواستین من اشتباهی فهمیدم اینجا گفتین که می برادرتون تو افغانستانه و گفت من... یک کسی پرولی بود اسایلی شد این کی بود؟ او, او خود امریکاست یعنی برادرتون؟ او ای که در امریکا سوال ما باز پسان در مورد از اینا سوال میکنم سوال اول میاد که یک خور بیادرم که در افغانستان است امرای پدر مادرم زندگی میکنن اگر مثال پدر مادرم دعوت کنم ای خور بیادرم هم امرایشان میتونن بیاین امریکا یا دا در کابل میمانن این قسم سوالم بود اوکی okay. سوال خوبیه اونا چند سالشونه یک برادرم 18 سال است و خوارم 22 ساله اوکی okay. توصیه من اینه که برای مادر و پدر فایل کنین رو آی صد سی برای برادرتون هم جداگانه اپلای کنین باز کدام کدوم روی وجود داره که من مثال بیادر یا خوار دعوت کنم یک خورم 22 سال است یک بیادرم در ترکیه است او هم 24 سال است غیر از مثال پدر در مادرم یعنی در یعنی کدوم بایر. سوالتون دقیقا همون سالی که دلیلی که ماها امروز این برنامه رو گذاشتیم و توضیح داریم میدیم راجع به خانواده و همه خیلی کانفیوزن راجبه این مورد شما تنها راههایی که دارین اپلای کنین بهتون امروز توضیح دادیم چیزی که توضیح ندادیم همین این ویزای بشر دوستانه یا humanitarian parole <applause> که ماها ویدیو و این چیزا راجع به این اطلاعات روی سایتمونم داریم ولی اونا هم کیساشون نرفته جلو درست و هزاران افغان منتظرن برای اون که اون پیش نیومده براشون ولی تنها چیزی که میتونین انجام بدین براشون مستقیم رو فرم آی 130 فایل کنین یا براشون بشر دوستان humanitarian profile کنین و اطلاع غلط آنلاین که به افغانا گفتن که شما میتونین درخواست کنین برای خانوادتون دعوت نامه بدین اینا چیزایی که غلط بوده چنا چیزایی که وجود داره چیزایی که همیشه بوده یه برنامه خاصی هست که دولت گفته که برای درخواست خانواده اون هنوز واز نشده که کسی خانواده خودش رو بیاره اونا برای کسانی هستن که مثلا یه گروه پول جمع میکنن که یه کسی تو شاید یه کمپی باشه اونا رو بخوان زودتر از مثلا یه دونه IRC یا یه گروه دیگه Resettlement Agency غیر از این هیچ برنامه دیگه الان در حال حاضر وجود نداره که شما خانوادهتون رو بیارین جز I-130, I-730 یا پرول انسانی تشکر همین می بشر دوستانه بسیار میباشید من سوال, سوال کردم. بشار دوستانه چند سال طول میکشه به نظر شما؟ نمیتونیم ویزای بشر دوستان الان از 2021 هزاران افراد اپلای کردن و در حال حاضر اپروو نشدن من خودم شخصا یک کسی رو نمیدونم که با ویزای بشر دوستانه از افغانستان اومده یه خبر جدید ما متش... تشکر خانم شامیلا برای سالتون میریم به بعدی... بقی... بقیه سالا ولی یه چیزی یادم رفت تو جلسهم بگم که خیلی مهم بود کاشکی زودتر میگفتم بهتون ام ولی ام چیزی که یادم رفت بهتون بگم اینه که جدیدن یه اعلامی اومده از دپارتمنت of که میتونین NVC کیس هایی که الان در NVC هستند و شاید KBL دارن یا شما درخواست کرده بودین برای پاکستان ازلام آباد شما میتونین الان دوباره درخواست کنین که کیس برگرده به کابل میدونیم تو کابل سفارتخانه خانه ندارن در حال حاضر ولی شما میتونید درخواست کنین کیستون پس بره به کابل و شما رو کیس میفرستن به یک ایدر دوها تا قطار، دوها قطار، یا به البینیا شهر ترانا یا شاید به زودی میشه آلمان فرانکفورت. پس این برای افرادی که مثلا شاید کیستون تو بی سیه، آخه اسلام آباد الان در حال حاضر تکون نخورده و اپوینتمنت به کسی ندادن میتونین درخواست کنین در اینکوری پیج سارا خانم یا میتونین نشون بدین اسک ان وی پیج رو ما آره الان خانم سارا برامون نشون میده روی تصویر اونجایی که شما میرین که NVC کیستون رو تبدیل کنیم به سفارت جدید و براتون این لینک رو روان میکنیم که شما برین اونجا بگین که I want my case to go back to Kabul می نویسین هم برگرده به کابل وقتی برگرده به کابل اینا دارن اینا رو میفرستن به سه جای مختلف به زودی میشه فرانکفورت، کاتار و آلبانیا ترانا و اونا امکانش هست زودتر پروسس شن تا کیسایی که تو اسلام آباد هستن این خبر جدیدی که خیلی ضروری بود یادم <سجد> رفت بهتون بگم ممنونم این وقتی شما سرچ میکنین شما میرین پابلیک انکوایری فرم و از این قسمت وقتی که این پاپ شد خب این پیج کمک که که بعض اوقات چون بیشتر کسا از استفاده میکنن با باز میشه ولی فکر میکنم آم... که امروز گلیچ نشان میده شما از این تاریخ و وقتی که وارد شدین این وی کیس نمبر تانا وارد میکنین و ایک ریسیت نمبر یه سی تانا نمبر, 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 نمبر تان باشه نام اپلیکن تاریخ تولد و کسی که برش پیدیشن فایل کرده مثلا کسی که برش ایوان تردی یا ای اکسیسی ویک فایل کرده بود Uh, و اینجا شما نشتا میکنین که شما میخواین که uh, پس دوباره از مثلا از اسلام آباد اگر شما تبدیل کرده بودین کانسلیت تانا دوباره میخواین ریکویست میکنین که به کابل میخواین تبدیل بکنین سبمیت میکنین و بر شما در طول هفته کمترین وقتش یک روز است یا ترینش یک هفته برای شما جواب می و بیشتر از اون امکان داره وقت بگیره <applause> خوبی بید بود شما ما ام لینک امرویتون به اشتراک اره این لینکی که سارا خانم الان لطف کرد نشون داد برای هر تماسی که شما با ام وی دارین نه فقط برای تغییر کردن کنسول ولی اگه مثلا فرض کنید یه وکیل جدید یا میخواین وکیل رو از پرونده در بیارین یا درخواست کنین که آدرستون عوض شده یا میخواین پیگیری کنین رو کیستون ولی تشویقتون میکنم که زیاد اونو استفاده نکنین آخه خیلی یواش سیستمش و میخوایم به همه فرصت بدیم که اون استفاده شه و اگه بیشتر از یک یه دونه اینکوری و از این موقع ایگنورتون میکنن جوابتون رو نمیدن اوکی برای سال بعدی پس علیکم. سلام علیکم البته سوال من یه است امروز که من فعلا با اولادایم در کالیفرنیا هستم البته ما از راوت غلط آمدیم برتون بگیم اندوکیمنت هستیم که از رای مکزیک آمدیم آه. سوال ما این است که آیا ما چی رقم میتونم که SIV که دارم میره اکسپدایت کنم یا پیتوی که دارم چون دو سال از دکام ریویو هست ما نتونستیم که از هیچ اپدیت بگیرم چون ما اینجا بسیار به مشکلات که مواجه شدیم امی که میفهمین سوشال و اسناد رسمی ندارم و سوال دوم ای است که در ایمیگریشن اشتباه کرده بودن که من کالیفرنیا گفته بودم اونا مرا نیوجرسی دادن کوردیت من که در 2026 است و من ریکوست کردم که کوردیت ما چینج شود به کالیفرنیا اما ای سه ماه گذاشته هیچ افکت نکرده من میتونم کدام نماینده کس میتونم که معرفی خط بتم برنم او اسنادای اسایلم مرا در کورد تسلیم بکنه آیا امکان داره که خودم وجود نداشته باشم شخص دوم بره در غیاب من سال خیلی خوبه یه چیزی که بتونه از جلو جلو بگم آقای خالید که ماها تو پارس کیسای دادگاهی نمیگیریم کیسای دفاعی کیس اونایی که اومدن از مرج غیر از تیپی هست. حالا یه چیزایی تاریخ ورودتون به آمریکا میتونم بپرسم کی بود تاریخ که ما ورود ما بوده پنج می پنجه که؟ سو اول شروع میکنیم با سالتون راجبه چجوری اولین چیزی که میخواستم بهتون توضیح بدم برای هر کسی که از مرز مکسیک اومده سادرن بوردر به آمریکا مهمترین چیز اینه که شما تو سال اولی که آمریکا هستین فایل کنین برای اسایلم تو کورت یعنی حالا میرسم به سال شخصی شما ولی این مهمترین چیزه که یادتون نره فرق میکنه تفاوت داره از اونایی که افرادی که آمدن به آمریکا از طریق پرول اونا میتونن بیشتر از یک سال بگذره و اسایلم فایل کنن به خاطری که استاتس فعلی تو آمریکا دارن شما استاتس فعلیتون فقط پر شاید پرولتون کرده باشن ولی لطفا میوت کنین ولی واقعا استاتستون ندارین که شما بتونین بمونین تون استاتس بیشتر از یک سال شما وقتی uh, undocumented وارد بدون مدرک وارد آمریکا میشین در فرصت اولین یک سال باید ارسال کنین اون فرم I-589 باید فایل بشه با کورد و با پلیس امیگریشن و اون وکیلایی که تخصصشون اینه بهشون میگن اگه تو چت بنویسین سارا خانم uh, defense attorneys یعنی وکیلایی که تر, uh, تخصصشون هست دفاعی آخه تو شما که از افغانستان اومدین نمیدونی مثلا قوانین مهاجرت چجوریه تو آمریکا ماها تو آمریکا بیشتر یه کسان وکیلای هستن تخصصشون ریمووال هست و وکیل مهاجرتن تخصصشون کیسای ویزای های بیزنس بیزنس ویزا و اینا ورک ویزا اونا بهشون میگن بیزنس امیگریشن و تخصصشون مثل من بیشتر خانوادگیه و این چیزا بهش میگن فامیلی امیگریشن you guys شما پیدا کنین وکیلی یا مؤسسه‌ای که ریموول داره انجام میدن و اگه بتونیم uh, شیر کنیم there is a removal defense um there if you google the removal defense cdss sarah you can share it on your screen um الان شما در کالیفرنیا uh, فرمودین هستین درست است؟ <applause> کالیفرنیا هستم okay, اوکی الان که و میدونم که کیستون تو نیوجرسی گذاشتم برای 2026 اوکی okay, سو so چیزی که باید انجام شه برای شما اینه که باید شما یه چیزی فایل کنین با کورت که اسمش هست چینج of ونیو اگه سارا جان میتونین بذارین خانم با مظرت با من میخوام یک تشریح بدم که من از طریق ICWC موشن چینج اپلای کردم سه ماه شده افکت نکرده و چون می ما یک سال 2024 نزدیک است میخوایم که زودتر okay. Okay. فایل بکنم اسایل ما وقت بعد انجام بشه براتون پی تو اپلیکیشن تون پی 2 اپلیکیشن اتون اون دیگه حذف شده به خاطری که شما آردی اومدین داخل آمریکا پی تو اپلیکیشنتون ربط داشت به رفیوجی بودن دیگه شما وارد شدین دیگه اون حذف میشه یعنی دیگه پیگیری رو اون نمیشه ولی برای اسایویتون تون فرق میکنه اونو میتونین و یه لیست وکیلایی داریم که براتون نشون میدیم روی وبسایتمونه. همونه بذارین یکی یکی بتونین رو نشون بدم بعدا دیگه میریم به سال بعدی ببخشید امروزم به خاطر که سرماخورم خیلی یواشم um, Immigration Advocates Network um, اینجا اگه کلیک کنین find help این لینک رو براتون روان میکنین بعد ایالتی که هستین مثلا کالیفرنیا بهتون میگه که اینا چی کار میکنن بعد دنبال این چیزا میگردی removal مثلا اینا تو سندیگو هستن این کار رو انجام میدن اینجا نوشته که اینا um, تو سان فرانسیسکو هستن میتونین با اینا تماس بگیرین removal hearing بعد دنبال اینایی که removal, یعنی برای کیسای اخراج یا دفاعی اسایلم بعد هم میتونی تو این لیست نگاه کنی دونه دونه یه چیز دیگه که خیلی مهم هست این CDSS اگه گوگل کنین CDSS CDSS تو state برای ستیت کالیفرنیا دپارتمنت سوشل سرویس اینا امیگریشن فاندینگ دارن یعنی پول میدن به مؤسسه ها که کمک کنن به افراد مثلا پارس که اه اه گرانت از اینا میگیره گرانت ریمووال نمیگیریم از اینا یعنی ماها هیچ پولی نمیگیریم از کالیفرنیا برای دفاعی ولی افراد و مؤسسه های دیگه هستن که میگیرن و اینجا بهتون میگن تو ریمووال دیفنس پروگرام براتون این لینک رو روا میکنیم. تمام این مؤسسه ها پول گرفتن از کالیفرنیا استیت که برای کارهای دفاعی و شما باید با اینا تماس بگیرین آقای خالی براتون این لینک رو روان میکنیم بعد از این جلسه من قبلا ازدواج کرده بودم یک دختره که چهار ساله دارم در ترکیه است خودم مدت شش ماه میشه که آمدیم شوارم بر ما و دخترم اختار میداد که شما را میکشم باز من از دولت ترکیه چی کدم اجازه ما... شخصیتون رو نگین کلی بپرسین بله باز دخترم پیش مادرم زندگی میکنه در ترکیه و ما خودم از راه مکسیکو آمدیم مدت شش ماه شده یک ماه بعد اجازه کاری ما بیایه و مادرم در ترکیه قاچاق زندگی میکنه و یا رای هست که ما دختر خود بتونم بخویم چون که خیلی خورده است بهترین راهی که میتونم توصیه بدم به شما اینه که مثلا وکیل ایمیگریشن پیدا کنین و کیس دفاعیتون رو سریع بفرستین و ببینین آیا هیچ نوع مثلا راهی هست که جلو بندازن تاریخ کورتتون رو به خاطر شرایط ارژانس دختره یکتون این یه چیزی که من در تخصصش رو ندارم آخه من تو کورت کار نمی کنم ولی وکیلایی که کورت کار میکنن میتونن از قاضی پرسان کنن از کورت که تاریخ رو بذارن جلوتر به خاطر این موضوع و هم زمان همون ویزای بشر دوستانه میتونین براشون فایل کنین ولی گفتم که خیلی سخته و زمانبره و بیشتر مؤسسه ها انجام نمیدن با خاطری که زمان بره بعد وکیل بلی ویب برای ما ها وبسایتمون براتون لینک رو یادمون نمیره سارا جان برای Humanitarian پرو لینک های صفحه افغان سپورت پیجمون و میتونم بهتون نشون بدم الان کوتاه روی صفحه پارس این صفحه پارس پارسی کوالیتی سنتر دات که آسون تر نیست برسین به این صفحه ولی میرسیم به وسط این صفحه پیجمون کلیک میکنین رو این و میرین به برنامه پروژکتی که ما های داره میکنیم برای افغان سپورت اینجا نوشته Humanitarian Pearl یعنی ویزای بشر دوستانه یا پرول اینو نگاه میکنین و ویدیو اطلاعات راجبش هست معذرت میخوام و اینجا میتونین نگاه کنین و چک لیست هست سامپل هست که چجوری این هیومانیتریان پروفایل کنیم و یه پروژکت دیگه هست یه محسسه که نامشون هست انار پروژکت و پروژکت انار uh, اول شروع کرده بود کمک کردن به افراد روی همین این پرول هیومانیتریان پرول الان در شنیدم که نمی کنن این کار رو دیگه ولی امکانش هست مثلا باهاشون کانتکت کنین و ازشون پرسان کنین که آیا میتونن کمکتون کنن که این پرول انسانی رو فایل کنین من اطلاع ندارم آیا اگه اینا دارن این کیس ها رو ور یا وکیل پرایوت پیدا کنین غیر از این ببخشید که راه دیگه نیست به خاطر که میدونم الان شرایط شما هم خیلی سخته اوکی میریم به سال بعدی سوالی نیست که من خودم در کالیفرنیا زندگی میکنم و گرین uh, کارت دارم تقریبا اولش یک سال مونده تا سیتیزنشیپ ما اپلای بکنم و پدر مادرم در ایران زندگی میکنن از خانم وکیل میخواستم بپرسم سریع راهی که میشه اقدام کرد فقط همین سیتیزنشیپ است یا در گرین کارت هم راهی وجود داره سوال خیلی خوبه برمیگردیم نمیدونم آقای مصطفا شرکت کردیم به اول جلسه همون اون در دقیقه اول همه اطلاع رو از دست دادین پس نه براتون ریکوردینگ و بعدا روی یوتیوب هم هست میتونین تماشا کنین و این توضیحاتی که مادر پدر فقط سیتیزن میتونن اپلای کنن براشون یعنی غیر از سیتیزن ها نمیتونن و اینا تو ایران هستن تنها کاری که شما باید بکنین خبر خوشی که دارم اینه که اونایی که دارن فایل میکنن برای سیتیزنشیپ کیساتون همیشه میگفتیم یک سال یک سال و نیم داره سریعتر میره جلو شاید به خاطر انتخابات رئیس جمهور که داره میاد که بعضی موقع ها را میندازه این شنیدم اینو از از افرادی که باشون کار میکنم که دلیلی که داره الان سریع تر سیتیزنشپ مصاحبه میره جلو به خاطر انتخابات رئیس جمهور که داره میاد بزودی و به خاطر این مردم دارن اینترویو سیتیزنشپشون مثلا تو سه ماه تا پنج رو میگیرن قبلا مثلا یک سال تا یک سال و نیم بود سو so اونم خبر جدیده و شما یک ماه که مونده یادتون نره میتونین فایل کنین برای سیتیزنشپ بعد از سه ماه قبل از تاریخ پنج سالتون اگر از طریق عروسی اون سه سال است و اگر 913 روز در آمریکا بودین و میتونین سه ماه جلوتر فایل کنین بعد از اون گرفتین میتونین فایل کنین برای مادر پدرتون و در ماها هم میتونیم کمکتون کنیم برای اپلیکیشن و در پارس خیلی ممنون می کنم. به سال بعدی میریم سلام خوبین شما ببخشید من مازمتی شدم من ایرانی هستم ولی دیگه مشکلی برام پیش تو فرم ان 400 میتونم سوال کنم یا که کن اگه اصلا... چیزی که آقای آقای محترم اگه چیزی هستش که میتونین محرمانه نگردارین و کلا کلی صحبت کنین میتونین بپرسین بله چ... کلیه okay, آره. شما میدونین که ما تو ایران من روی دوازده سال پیش رفتم سربازی تو ایران شما میدونین که ایران سربازی باید به یه سنی که شد باید دو سال بریم سربازی من این فرم N400 هم که دارم پر میکنم باید جایش بزنم yes. ببینیم الان چون قسمت 15 سوال 15 شو که نگاه میکنم پارت 12 شو میخوام ببینم که اینو بعد جای یس بزنم که من سربازی رفتم دو سال ولی من خدمتم جایی بودم که تو حسابداری یه ساختمانی که داشتن ارتش ارتش داشت می ساخت اونجا داشتن اونجا خدمت کردن یعنی نه اصلی دیدم،, دیدم نه نه شما ولی سربازی اونایی که مثلا توی در میگن عسکری ما ها میگیم سربازی تو ایران و اینا میگن کانسکریپشن تو انگلیسی یا ماندیتوری military سرویس سر اف یو کن رایت ماندیتوری سرویس کانسکریپشن دی و شما هر کسی که اسکری رفته یا سربازی رفته تو هر کشوری باید جواب بده یس آره تو اون فرم سیتیزنشیپ چیزی که خیلی مهمه شما باید هم یادتون بیاد که هر کسی که فایل میکنه برای سیتیزنشیپ پرونده اصلیتون رو نگاه میکنن مثلا چجوری این آمریکا اینا رو بررسی میکنه که بله. دروغی تو کیستون وجود نداره یا اشکالی یا پرچمای قرمز درسته؟ بله ما بعد همه چیتون تمیز باشه شما وقتی وارد آمریکا شدین هر راهی که اومدین اونجا یه اپلیکیشن دی اس براتون پر شده بود بله یا هر کسی یه لاتری یه فرم دیگه بود که به اطلاع دادین راجع به این اطلاع فقط بله باید. درست بود. هماهنگ باشه حالا غیر از این اگه همه چی هماهنگ هست شما باید بگین بله یس yes, من میلیتری ترینینگ دارم و همه کسانی که بیشتر تو ایران سربازی میرن دوره اسلحه میبینن دوره اسلحه اگه ندیدین باید توضیح بدین یه معمولا ماها یه توضیحاتون آخرین صفحه نمیدونم دارین آنلاین پر میکنین یا کاغذی پر میکنین متاسفانه من پر کردم فرستادم به برای ماه دیگه چهارم به من وقت دادن که برم حالا باید برم اونجا بگم که من این اشتباه رو کردم و شما تو نزدیک دفتر پارس هستین بله بله من اه 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 چیز زندگی میکنم سانیبر زندگی میکنم بله او ولی چهارم ژانویه وقتتونه بله چهارم وقت, وقت. خیلی سریع, سریع به من وقت, خاطئ. آره چیزی که هست فکر میکنم اگه بتونین ما زمان ندارین وقتی میرین اونجا نوشتین نو no تو اپلیکیشن درسته بله بله ای اشکالی نداره نوشتین نو no". اگه هماهنگ با چیزی که اومدین اونجا توضیح میدین که نفهمیدین و میگین یس هیچ اشکالی نداره میگین ولی باید کارت سربازیتون با ترجمه شون بیارین اون روز و اگه آه. خود کارت سربازی رو دارین اصلش رو اونم باید بیارین و همزمان هر هرچی که اصل مثلا اگه تغییر عروسی جدید دارین یا فرزند جدید همه ی مدرک های اصل رو میبرین هیچ اشکالی نداره توضیح میدین چیز داستان سپا که ندارین درست نه 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 خوشبختانه نه من نه. میگم که من حتی اون اه اه چیز ترنینگ چیزم نیدم چون که من یه چشم چیز بوده یه چشم آسه لنز میذارم آسیکمات شهید بودم دوره رزم و چیز معاف از رزم شدم آره ولی اون, همی... هم اون موافیتتونم نوشته شاید تو مدرکاتون مطمئن باشین که اینو درست ترجمه کنین که باهاتون ببرین هر کسی که سربازی داشته بدون این مدرک بهشون سیتیزنشیپ اصولا نمیدن تا بتونن اون مدرک رو نشون بدن یا یه نوع اویدنس دوم که بتونن اونا مطمئن بشن که شما وصلی نیستین به سپا یا هر آیر... و فکر میکنم مشکلی ندارین میدونم الان استراب دارین ولی من هزار تا از این اینترویو ها رفتم و دهاله. مشکلی ندارین اونجا درست اگه زیادم استراب بگیرین روی نکته امکان داره که امتحانتون رو نتونین پس بله درست میگی چون پس ببخشید من این زودتر وقتتون نمیخوام بگیرم پس سوال 15 رو من قسمت A رو بعد به اونجا بگم که من کاری قسمت... نمیکنین اونا ازتون سوالا رو میپرسن بله بعضی موقع ها میرسی اونجا شروع میکنن تو امتحان اونجا که میرسی به آفیسر میتونی بگی آفیسر I have a couple corrections to my application whenever you get a chance ولی بعد بل خیلی دوست دارن تا برسن اونجا امتحان رو اول تموم کنن بعدن سال های فرم رو ها میپرسن بله تو میرسی تو فرم دست تو میبری بالا سوگن یعنی می... سوئر uh, میشی و هر می چی که واقعیت رو میگی میگی بله. می... میرسی به اون سال ولی میتونی جلوترم به آفیسر بگین که من I have a couple of ولی مدرک سربازیتون رو همراهتون بیارین بله بعد میتونم یه نوت چون توضیح دادن این هم خیلی برام سخته که مثلا دو سال رفتم ولی مثلا چه میدونم سربازیم توی ارتش نیرو زمینی بوده اونجا باید شهادتتون رو یه کسی بنویسه و ترجمه بشه تو انگلیسی و بره. اون موقع میتونین اونو دستی بدین بهشون بله. باش همین کار که من می... My نویسن... is not great, ولی اگه براتون ترجمه کرده زیرش باید بنویسن که شما براتون خوندن اینو در زبان مادریتون و فهمیدین اینو و اون مترجم باید اینو بنویسه اون okay. من خودم برای خودم می و میگم که خودم نوشتم ولی الان توضیح دادنش برام سخته ولی این برگر خودم نوشتم و چیز کن. خیلی ممنون از وقتی که به ام دادیم بایش میکنم گود لا مرسی ممنون خدافز شما خدافز سرانی خدا سیدزان است میخواه برای خواهر خود اپلای بکنه که در ایران است در مو پروگرامی ناو کی آمده نامش کیر کی است آه فهمیدم همون شما مثل که اول جلسه نبودین الناس خانم نه بله ما حال راجع به همه این چیزا توضیح دادیم و براتون ویدیو رو ریکوردیگ رو میفرستیم که الان خیلی اطلاعات غلط آنلاین رو تیک تاک رو یوتیوب که دارن میگن او میتونین خواهر برادراتون رو بخواین درخواست کنین زیر برنامه کیر همچین چیزی وجود نداره کیر فقط داره کمک میکنه به افرادی که سن زیر 21 ساله فرزنداشون باشه و برای سیتیزنا و گرین کارد هولدرا یا زن و شوهراشون سپاوسشون برای برادر خواهراشون نمیتونین شما باید فرم ایستادوسی مادرتون پر کنه الان در حال حاضر نوبت 16 ساله است ما ها اطلاع نداریم که کیر اصلا کیر اصلا زیادم در حال حاضر نشنیدیم خیلی از برنامه کرد درست سارا خانم بیان و خودشون رو معرفی کنن تو آمریکا که فرزند زیر 21 سالن یا ما زن و شوهر کسی باشن حالا هم برسن به ما خواهر برادر مردم فکر نکنم برسه به اونجا ولی الان اطلاع غلط آنلاین به خاطر این آدمای کلاهبردار دزدن و الان میخوان این خبر رو بگن او خبر جدیده شما میتونید خواهر برادراتون رو بیارین همشینتون رو بیارین و ده هزار دلار به ما پول بدین ولی همو فرم آی رو دارن براتون پر میکنن و هنوزم در نوبتین یا در واقع پولتون رو می دارین میسوزونین سو so, الان جوابتون به سالتونه که الان در حال حاضر کیر پروگرام برای شرایط شما شامل حالش نمیشه و مادر شما بعد برای همشیرینش مستقیم اپلای کنه با فرم i الان در حال حاضر 16 سال یا بیشتر طول میکشه تا بره به NVC و قبولی بگیره در حال حاضر what oh, um, so i got a to apply um, this program care is not the care, care program is not doing that the care program oh. is for immediate relatives or a green card holder's immediate family members that are under 21 children and spouses the care program is not assisting in evacuating departures of siblings as far as we have been made aware and as far as we showed in the beginning of the video okay okay so we just have to wait like 16 years for right now but i encourage you to apply just in case she can also file for humanitarian parole for her sister which it's not a, considered a priority case and the chance of that being approved is very low اوکی okay, باشه شما کارای سیتیزنشپ هم میکنن؟ حالا میکنیم کارای سیتیزنشپ اتفاقا برنامه پارس همه آفیساشون سیتیزنشپ انجام میدیم و همه نو سیتیزنشپ کیس های خیلی سخت با کارهای خلاف که مردم دارن یا عادی و ماها تو فریمانت اگه نزدیک فریمانت باشین ماها هر ماه میخوایم تو سال جدید شروع میکنیم کلینیک های سیتیزنشیپ که وکالتمون رو شاید بذاریم یا نذاریم رو کیسا ولی این چار رو خانه پاری میکنیم برای همه کسایی که پرولیس تنها میتونه از طریق چلسی عبده خانم خود بخواین یا کدام راه دگام داره؟ سال خیلی خوبیه آقای عثمان خب، یک موضوع و موضوع دیگه چی کسایی میتونه و چی کسایی را بخواه سپانشتر شوه آیا کسی میتونه که از امریکا سپانشتر شوه شما اول جلسه نبودین فکر کنم پنج دقیقه من فکر کنم برای هر افغانی و ایرانی ما بعد جلسه رو ده دقیقه چایی بخوریم و شیرینی همه بیان <تصفح> حقیقتا خانم سیما خونم آف شده بود هیچ فکرم نبود به خاطر از او پنج دفتر دیر شد دیر کردین همه صحبت رو کردیم براتون لینک رو میفرستیم برای ولی می برای برای جواب سالتون شما که پرولی هستین ام تا, س... تا شما اسایلمتون قبول نشه مستقیم نمیتونین یا گرین کارد بگیرین نمیتونین اپلای کنین برای خانوادهتون یعنی اگه پرولی بشه اسایلی رو فرم آی هف سد و سی سارا خانم بذارین تو چند لطفا و اگه مستقین گرین کاردی به خود اپلای کنه برای خانوادشون رو فرم آی 130 ولی اون فرم DS4317 رب داره به اونایی که پرولی هستن یا پرولی بودن TPS شدن و پرولی هستن جفتشون رو دارن و اینا میخوام برای خانواده که مستقینن مثلا فرزندای های زیر 21 سالشون یا سپاوسشون زن و شوهر که داشته باشن رو اون فرم درخواست کنن راستش رو به شما بگن هیچ کسی هنوز من نشنیدم که دی اس پر کرده که اومده خانوادهشون ماها داشتیم افرادی که تو مثلا ابو بودن تو هیمانیتریان سیری که جدیدن رو پی تو رفیوجی اومدن ولی ندیدیم اونایی که مثلا یه اپلیکیشن دی اس چلو پر کردن و دیدیم اومدن ولی شنیدیم که دیگه کر میخواد از این فرم مردم پیک کنه و انتخاب کنه و ج... بهتون نشون دادیم اول این جلسه که ماه پیش اعلام کردن که اونایی که 4317 پر کردن DS4317 آنلاین فرم میتونن پیگیری کنن رو اون فرم غیر از این اطلاعی جدید نداریم و یه راه دیگه که میتونین درخواست کنیم براشون رو فرم Humanitarian Pro فرم I-131 که استفاده میشه برای خیلی چیزهای مختلف یه دونه از این بنفیت ها هست پول بشر دوستانه برادرم کیسش از طریق پروگرام تخلیه آمد و کیس پرولی اول داشت بعد از کیسش هم شد و فعلا نامزاد شده یعنی نکام کردن در طریق تلفن میتونه که فعلا کیس مامی فعلا ثبت نام بر خانم خود کنه یا منتظر باشه که گرین کارت بگیره سوال خوبی بود okay, so no. اوکی سو که عروسی میکنن از طریق تلفن یا حضور نداشته باشن تو مملکت های دیگه اجازه دارن مثلا تو ایران اجازه دارن این نوع عروسی ها تو افغانستان اجازه دارن این کارو بکنن تو آمریکا اونو به عنوان مریج نیست جز که حضور داشته باشه اون شخص به اون میگم اگه لطف کنی سارا خانم بذارین تو چت پراکسی مریج یعنی عروسی پراکسی که اون ج... اف... اه... یه شخص یه دونه ایدر زنه یا شوهره داماد یا اه... خانومه نیستن حضور ندارن بهشون میگن مریج پراکسی که برای امیگریشن اه... قبول نیست تا اون افراد ببینن هم دیگر رو و ببخشید نمیدونم راه قشنگی که اینو بگم کانسومیت کنن مریجشون رو چجوری میگن تو دری کانسمید یعنی حضوری با هم باش با هم حضوری باشن و عروسیشون واقعی باشه یعنی با هم زندگی کنن به نظر شما کس فایل نکدن منتظر باشه گرین کارتش بیای باز فایل کنن به در یک مملکت دیگه یا افغانستان بره اوجه از نزدیک حال حاضر گفتین که اسایلمش قبول نشده درسته یا <تصفح> <تصفح> اسایلمی شدم گرین کارت نگرفته اوکی okay, ولی استایلمش اوکی ق... okay, این خوبه که همه اینو بفهمن وقتی اسایلم فایل کرده قبول شده اون موقع که قبولی شد گرفته عروسی رو کرده بوده یا گفتین روی تلفن بوده این داستان فقط هیچ ذکر نشده هیچ ذکر نشده اوکی okay, پس بعد منتظر باشن الان متاسفانه که الان دیگه گرین کارتشون بیاد و فایا کنن برای خانمشون ولی بعد بعد برن حضوری اونجا عروسی کنن و حالا که پناهندگیشون رو گرفتن میتونن درخواست کنن برای travel داکیومنت رو فرم I-131 سر خانوم اگه لطف کنین تو چت بنویسین asylee or refugee slash داکیومنت travel document. و درخواست travel document که بتونن برن خارج آمریکا ولی نرن پس به افغانستان یه کشور دیگه برن و عروسی کنن این شرایط مشخص داره از او خاطر میخواستیم وضاحت بگیریم که اگر میخواین که کم برشون تشریح کنیم سیما جان که چی کسا okay, so شخ... okay, that's a سوال خوبی بود. Um, ای این شخص پرولی بود و اسایلی شد. या. این شخص گفته که من ریفوجی هستم <متحد> آره اگه کسی پنانجوه از <آه>. یک کشور یعنی میترسی <متحد> برگردی و جانتون در خطره اگه شما پس بریم به اون کشور مشکل ساز براتون خیلی ها هستن مثلا پناهندگی هم بدن مثلا یه مسافرت کوتاه برمیگردن به مملکتاشون و شاید سیتیزنشپشون دوره سیتیزنشپتون ازتون میپرسن کجا رفتی و اگه دیدن رفتین اون مملکتی که ازش پناهندگی گرفتین یا رفیجی هستین یه چیزی که مهمه اینه که آیا شما مثلا سرپرونده اون کیس بودین یا مثلا از طریق همسرتون یا هر چی گرفتین اگه مثلا سرپرونده نبودین هنوز تاثیر میذاره که شما رفیوجین برگشتین اون کشور تنها جایی که دیدم که یه کسی اوکی باشه اگه یه کسی داره مثلا فرض کن خدا نکنه مادر پدرش داره فوت میشه و مثلا مدت یه هفته یا دو سه هفته برگشتن مملکتی که جانشون در خطره و خودشون رو اونجا قایم کردن و برگشتن ولی من توصیه اصلا نمیدم کسی این کارو کنه دیدم که میکنن و تو سیتیزنشیپ بعضی موقع میشه ولی برای کیسای کیس تو مشکل ساز امکان داره باشه و وقتی شما پناهنده یک کشور میشین تا سیتیزن این مملکت نشین هنوز براتون خیلی ضروریه که اینجا بمونین و خانواده هاتون رو دو از دور از افغانستان ببینین این توصیه ما هست حالا حالا هر کسی شرایط شخصی خودش رو داره بعضی ها مثلا نمیتونن از این برنج مثلا یه هفته دو هفته سه هفته میرن به خاطری که مثلا یه چیز خیلی اورژانسه. ولی بعدا بعد به امیگریشن توضیح بدین تو اینترویو سیتیزنشپتون که چرا این کار رو کردین و در چه شرایطی بود و شاید مدرک اینترودوس کنین بهشون معرفی کنین اوکی okay. تشکر خانم سیما اگه کس دیگه کدوم سوال داره شما میتونین که یا خودن میوت کنین فقط یک سوال دیگه گرفتن این ترم سوال دیگه نیست جلسی ما باید ما میرسه تشکر واقعا از همه مخصوصا از خانم سارا و وجما خانم که این دفتر فریمانت رو اداره میکنن و به همه اینایی که شرکت کردن امروز تو این جلسه بعضی که سالی نداریم درست است. بله. سال جدید رو تبریک میگیم به همتون و امید امید جلسه بعدیمون تو سال جدید 2024. تشکر از شما خانم سیما جان. خواهش می‌کنم. محبت دارید. روز خوش. باهاتون باهانا نگردم. روز خوش.